بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سبا بعد درس گذاشته ما در رابطه با قابلیت های آرکاتولوگ خواندیم که چه قابلیت های داره، که از این جمله همه که میتونست پریویو کنه دیتا هایتان به نمایش بیاره و همچنان میتونیم در خود آرکاتولوگ چی کنیم، لایرها و جیوتابیس بزنیم و شیفایل بسیدیم، درسته؟ وقتی منظور گفتیم لایرها میتونم و جیوتابیس و شیفایل همش شامل میشه. خب به نظرم کمی صفحه زیر این هرسی تغییر دادنه. خب اگر شما متوجه باشین در یه آره در قرار گرفته باشین، فیلم کاتالوگ تری در اینجا وجود نداره، متوجه هستین؟ از قسمتی ویندوز مین کاتالوگ تری از یه قسمتی، درسته؟ خب ما درست در رابطه این موضوعات رو خوانیم، همچنان در قسمتی درایوی جی اس دیتا ما یک جیتابیس ساختیم به نام پروژیک و همچنان خواه این یکی دیگه بوده، خب خیلی باشه، مشکل نیست، دو قسمت مشکل نیست. خب شما اگر متوجه بوده باشین ما درست یک مسئله دیگه مسئله گفتم که شما وقتی که جیوتابیس میذارید که بهتون امو آیکنش و شکل یک استوانه است، بعد شما چی میسازید؟ فیچر دیتا سیت که یک شکلی به این مشابه به یک همین چیز یک چی داره، آیکن داره، فیچر دیتا سیت میسازید و زیر مجموعه از اینا چی هست؟ فیچر کلاس هست که البته خب ممکنه یا فیچر کلاس ما از نام لاین باشه، ممکنه از نام پوینت باشه یا ممکنه چی باشه، از نام پولیگون باشه، درسته؟ خب میتونید داخل یک فیچر دیتا سیت هر چقدر شما خواسته باشین فیچر کلاس ساخته میتونید، درسته؟ و میتونید در جتابیس هر چقدر فیچر کلاس فیچر دیتا سیت شما خواسته باشین میتونید فیچر دیتا سیت هم بسازین و این فیچر دیتا سیت که شما میسازین چی رو ضرورت هسته؟ مثلا شما مستقیم هم نگفتم میتونید داخل جتابیس مستقیم این فیچر کلاس همزی لاین یا از نوی لاین یا پولیگون و پوینت بسازن، درسته؟ هر مثال مستقیم هم جتابیس ساختین و زیر مجموعه از چی ساختین؟ یک فیچر کلاس ساختین و چی نساختین؟ هیچ فیچر دیتا سیت نساختین. خب من گفتم این ضرورت زمان احساس میشه که شما مثلا پروژه کوردینیسون گرفته باشین و شما ممکنه در چند زون کار کنین، که از جمله مثال افغانستان گفتم ممکنه وقت 42 نارد گرفتیم برای اینا 42 نارد گرفتیم برای اینا، درسته؟ و 42 نارد گرفتیم این یک قسم در افغانستان که شامل از زون میشه کار میشه و خارج از اون محدوده که 41 و 43 باشه کار نمیشه، درسته؟ خب من میتونم که فیچر دیتا سیت نسازم، فرض مثال من میتونم فیچر کلاس بسازم. خب یک مشکل در این قسمت ایه که شما وقتی فیچر دیتا سیت نساختین، وقتی فیچر دیتا سیت کورنستون برش معرفی کردین، برای هم فیچر کلاس شما یک کورنستون واحد است، یعنی داخل هر فیچر دیتا سیت که فیچر کلاس ها وجود داره او یک نوع کورنات داره مشخص شده، اما که شما به داخل جتابیس فیچر کلاس ها میسازین باید برای فیچر کلاس هر کلام شما اگر 20 تا میسازین 20 تا کورنستون باید معرفی کنین. خب این کار وقت گیر است، اما بهتره که ما فرمسان از سیزون کار میکنیم فیچ سیف شده دیتا سیت میگیریم اما سی نمه کردن سیستم برش معرفی کنیم دیگه راحت تمام میشه خلاص، درست نم؟ این به این شکل. خب من میتونم فرد مثال شما در داخل جتا بیس راست کلیک میکنم به این شکل نیو، اگر شما متوجه باشید این قسمت میتونم فیچه کلاس هم بیزازم بیست که من همین جی گفتم، خب این لازم نیست که من بیزم، شما میتونم به این شکل بیسازین نام بدین و بالاخره برای مثال من میتونم به نام رود بیسازم. خب نویت چی میگیم که ما چی باشه؟ لاین نیکست خب خیلی جیوتابیس چون یک قبلا یک رود ساخته بودیم، این ما چی میگیریم؟ ریور میگیریم. این نورما خو خیر باشه هرچی دبل ام میگیم فرق نداره، نویچ لاین میگیریم به اون شکل نیکست، درسته؟ خب
قبلا در فیچر کلاس هایی که شما میساختین، که شما داخل فیچر دیتا سیت وقتی شما فیچر کلاس میساختین، در فیچر کلاس کورنستوم را شما نمیخواست، اما در این میخواه. به خاطر گفتم کورنستوم، چون قبلا کورنستوم معرفی نکرده بودین، این کورنستوم میخواه. و اگر شما عشق فیچر کلاس ساخته باشین داخل جتابیس، اگر فیچر دیتا سیت نساخته باشین، برای هر کدامش باید کورنستوم معرفی کرد. این کار سخته، وقت گیره. خب شما میتونید از این اگر پروژه کورنستوم از نوعیت جغرافی کورنستوم باشه یا قایم باشه، میشه اگر ما اگر جغرافی گرفتین به یه شکل میگیریم. اینا به صد پیش هست قبول. اینجا میتونین امو فیلدهایی که شما ضرورت دارین میتونین بسازین. خب گرچه این فیلدهایی که شما میسازین میتونین در ججان کار هم شما زمانی که در این هر مب حد میکنین در اون زمان هم میتونین بسازین. خب دیگه زیاد نگران نباشین، اگر شما در اینجا اشتباه کرده باشین یا نساخته باشین، در اون زمان ما ساخته نمیتونیم، امو زمان هم ساخته میتونیم. امو زمان اگر ما کنم فیچر کلاس کم بود داشته باشیم، امو زمان هم ساخته میتونیم. درسته این مشکل در اون قسمت نیست. خب حالا بس پیش‌فرض فینیش، یک چی ساخته شد؟ فیچر کلاس از نوعیت لاین به نام دبل ام. درسته؟ خب این رو ما ساختیم و ما میتونیم داخل یک فولدر باشه چی بسازیم؟ به مش شکل یک شیف فایل بسازیم. شیف فایل هم گفتم که همون کارهایی که ما توسط جتابیس میسازیم و موش همون کارها رو میکنن. اما یک مزیت های جتابیس ما داره، گفتم قابلیت توپولوژی داره، فوند پارسیل مثلا پروسس میتونه و حجم کمتر داره. خب این سر داره. خب ما بطر نمونه یک شیف فایل هم میسازیم. فرد امسال ما نویت چی میگیریم که نامش میگیم که خب هم ما فرد امسال خانه ها رو توسط از این نشان میدیم. درسته؟ نوید چی میگیم؟ خب اگر پوینت گرتین شما میتونید اگر خانه را پولیگون توسط پولیگون ها نشان داده بیتونیم در اون صورت پولیگون بگیرین. اگر توسط نقطه نمیشه، اگر شما مثلا کابول ها توسط نقطه بگیرین بیشتر از چند هزار خانه وجود داره، در اون کار سخت میشه. پولیگون و همچنان میتونید از یک قسمت در قسمت شما متوجه به اسپیشل ریفرنس یا انون اینجا ببینید انوی کورنستوم، تازه کورنستوم برایش معرفی نشده. شما از یک قسمت ادیت و کورنستوم برایش معرفی کنید. شما در قسمت ببینید انون، از یک قسمت شما میتونید کورنستوم جغرافی و پروژه کورنستوم چیکارین انتخاب کنید. و اگر نه شما میتونید کورنستومی که قبلا برای کدام فیچر کلاس قبلا ساختین از اون میتونید چیکارین ایمپورت کنید. و اگر این کار سخت است که شما مثلا یکی دیگه را چیکارین جدید خود شما بسازید، نه اما ما ترجیح میدم از اینکه بریم یکی دیگر ایمپورت کنیم و یکی از این دو گزینه انتخاب کنیم تا اینکه یک جدید خودمون بسازیم. نه این کار به مراتب سخت برای ما، اما بهتر ما یک کورنستوم قبلا در اسم فولدر کانکشن داریم، جست دیتا پروجکت، از این چی میکنم داخل دوباره کلیک میکنم، فرض مثال نلی اد. ببینید این قسمت چی شد؟ GCS Geographic Coordinate System WGS World Geodetic System که سال 1944 چی شده؟ سرویشتم و ساخته شده. اوکی درسته؟ اوکی به این شکل یک فیچر کلاس هم ساخته شده. اما اگر شما در یک سمت متوجه باشین، اگر این را اکسپاند کنین اما شکل و قوارش هم اگر متوجه باشین کمی فرق داره، این تقریبا با یک شکلی دیگر ظاهر میشه. خب به هر صورت ما در صفحه آرکاتالوگ دیتا رو به نمایش آوردیم که این توانایی خود آرکاتالوگ داره و در ضمن نظر لایرها رو میتونیم ایجاد کنیم، میتونیم غیر از اینا چندین نوع لایرهای دیگر هم ایجاد کنیم، دیتاهای جدید ما در قسمت بسازیم برای کار خود، اما فعلا به نظریم ضرور نیست، اونا کار بعدی است که شما مثلا در سال بعدی میخونید. خب فعلا از صفحه آرکاتالوگ بخیر میریم در کجام؟ از این قسمت در استاندارد توربار چی وجود داره؟ ارکمپ لنج ارکمپ اینی وجود داره که شما میتونید در خود صفحه ارکمپ داخل شید. خب شما بجازید که باز شما خب ما تا همون خوابیت هایی که ارکاتالوگ داشت ما برای شما گفتم و خوابیت هایی که خود ارکمپ دارن
خب خیلی زیاد هست، ما با طور نمونه را چند درش نام بریم. یکی همی تحلیل انالیز، تحلیل و انالیز همچنان ترتیب و تحلیل نقشه. و خب خیلی ممکنه اونجا ما شما در قسمت از خیلی توانای دیگر داره که ما مثلا در جریان کار میخوانیم، مثلا ممکنه ما میتونیم در اون قسمت کوایری انجام بدیم، پرسش و پاسخ رو مطرح کنیم، خود ارکاتولوگ ارپاپ برای ما چی میکنه؟ به اون پرسش ما جواب بده. فرض مثلا اگر این تک چیز باشه شرط میگذاریم، اگر این تک چیزی باشه این چه قسم میشه آخر؟ خود ارپاپ برای ما چی میکنه؟ محاسبات انجام میده که توانای خیلی زیاده. مثلا به اون شکل میتونیم دیتای براش میگم پریویو میکنه، با مشکل تحلیل انالیز اینا میتونیم در قسم دیتای خود کانورت کنیم و خیلی توانایی مثلا در نوع تحلیل انالیز داره، بخش نیاری داره، بخش تحلیل آمار داره، بخش تحلیل انالیز روی ارقام اثری داره. خب خیلی انواع مختلف هست چی وجود داره؟ تحلیل ها وجود داره. خب در قسمت خوبی سفر بگیم که برای بعد نبه از این قسمت چی میدون شو؟ اوکی درسته؟ خب این صفحه ارکماب هستن که شما مثال پروگرام با مشغل تایتل بارو مین منو و همشان استنده تور بارو با مشغل منوی تورز وجود داره. در یک قسمت مثل که در کاتالوگ دو صفحه وجود داشت، اینجا تیبل آف کانتنت و همشان این صفحه که مربوط نمایش میشه در یک قسمت وجود داره که شما میتونید نمو دیتا ها و لایرها در یک قسمت چی کنیم؟ با نمایش بیاریم. خب کار ما میتونیم از کجا شروع کنیم؟ خب ما لایرها رو ساختیم و کار رو میخواییم در فکر کن پروژه باشه، ما دیتا رو عد میکنیم، باید در این قسمت باید چی کنیم؟ دیتا رو عد کنیم در این صفحه. خب ما برای دیتا رو عد کردن ما چندین نوع را داریم، میتونیم از چندین طریقه چی کنیم؟ دیتا رو عد کنیم. از قسمت فایل میریم، از قسمت فایل در این قسمت عد دیتا، حتی ممکن اگر شما آنلاین باشین در این قسمت add bitmap و add data from ArcGIS online اینا چی میده؟ به صورت آنلاین میتونید این دیتا رو اد کنید، این دیتا رو فعلا متوجه باشین چیه؟ غیر فعال هستن. خب در این قسمت add xy data، دیتایی که دیتایی به شکل تکس باشه یا اکسل باشه که شما همین ارقام سریع شده است که واسه جی پی اس و همچنان چون ریسشن گرفته شده باشه. خب اینا رو ما بعدن میخونیم، اما در یک طریقش add x data، add data میتونیم از این مستقیم دیتا رد کنیم و یا میتونیم در استاندارد تول بار در قسمت شما متوجه بشید در قسمت به شکل رمه جمع میتونیم از این رد کنیم و میتونیم روی لایر راست کلیک کنیم اد دیتا. درسته؟ یعنی انواع مختلف از اد کردن دیتا وجود دارن و همچنان شما متوجه بشید در قسمت میتونیم دیتا رو به این شکل رد کنیم. فرض مثال ما میخوایم که این دو دیتا رد کنیم، این دو دیتا رو چی میکنیم؟ اول انتخاب میکنیم به این شکل، ماوس میگیریم، ماوس درگ میکنیم، برای ارقام چی میکنیم؟ مینازیم به این شکل. دو دیتا نشان داده شد. اگر شما متوجه باشید در یک قسمت دو دیتایی که ما عد کردیم، یکی به نام هوم یکی رود است که امو سمبولش هم نشان میده این چیه؟ نویتش چیه؟ پولیگونه. و نویت رود همون فیچکراس که به نام رود است ساختش به نام چیه؟ لاین نیه در یک قسمت، پولیگون است. خب این هسته بوده چی تقراده بوده به این شکل وجود داره. خب میتونیم فرد مثال یعنی دبل ایم هم فرد مثال عد چی کنیم؟ عد کنیم به این شکل. خب این بود طریقه عد کردن دیتا، شما میتونیم چی قسم دیتای مرو نظر خوده عد کنیم. و خب یک مسئله دیگه یه که شما باید این رو مد نظر داشته باشین که خیلی در ابتدای کار خیلی زیاد اشتباه میکنه کسان. خب فرض مثال شما یکی اولی که ما میتونیم چی کنیم؟ یک داکومنت باز میکنیم، یکی دیتا رو عد کردن است. درسته؟ یکی عد کردن دیتا است، یکی عد اوپن کردن یا باز کردن خود داکومنت. درسته؟ فرض مثال خب ما فعلا اون رو بعدا میگم. خب در این قسمت ما اگر کار شروع کنیم در یک قسمت استنده تول بار وجوده، در یک قسمت یک آپشن وجوده به نام ادیتر تول بار. این چی میکنیم؟ کلیک میکنیم این پنجره برای ما باز میشه، این پنجره به نام ادیتر
درسته؟ خب از این قسمت کار که ما میخوایم آغاز کنیم مثل اتوکد نیست، با مجرد که صفحه باز شد کار آغاز کنیم. خب برای ما یک مراحل رو باید چیکنیم؟ بپیماییم. در این قسمت ایدیتر چیکنیم؟ استارت ایدیتینگ. درسته؟ این را که شما کلیک کنید روی ازنا، در این قسمت استارت ایدیتینگ یک پنجره به نام کریت فیچر باز شد، متوجه بودین؟ و در ضمن ازو اگر احیانا اگر امین نباشه میده از قسمتی کریت فیچره، اینجا گفتن وجود داره، شما میتونه امو پنجره چیلون باز کنین. با مش اگر تیبل آف کانتین اگر وجود نداشته باشه، شما میتونه از قسمتی عرضی منظرت از قسمت ویندوز در قسمت تیبل آف کانتین ممکنه بعض وقت داستوی چیش برای شما چی شده باشه بسته کرده باشین، میتونه از این قسمت چی کنین؟ دوباره او رو بیارین. خب ما اگر میخوایم کارا شروع کنیم، از این قسمت باید تایی مراحل کنیم، از این قسمت اول استارت ایدیتینگ کنیم. در ابتدا شما زمان دیتا رو حد میکنیم، وقتی میخوایم کار آغاز کنیم باید یک چی کنین؟ استارت ایدیتینگ بگیریم. خب گام از رفت که نباز کجا بود. خب هر ساعت شما در قسمت باید اجازه بگیرین و استارت این بکنین. در این قسمت شما میخواین روی هر لایر کار کنین، درسته؟ خب فرمثال میخواین که هوم ایجاد کنین به این شکل، روی لایر یک برام هوم وجود داره، شما میخواین کار کنین به این شکل، به این شکل کلیک میکنین، کلیک میکنین و زمانی کار شما ختم شد مثل که شما در اتوکد کار میکنین، در اخیر اما آپشن خلاص اسکیپ میزنین، میتونین یک قسمت F2 هم میتونین بزنین و یا میتونین که انکت بره تمام شد ولی که اول هنگنین مسیج هنگ کمتر. دنیم جو دیدی که دارم خوبی سوشت زمان که ما اینجا آمده بودم چی شد آلمیم چی شده نه آلید دیگر رو نیستم اینجا یک دفعه سفر جدید باز کنیم. کم جام بگیرم کارمون رو بعض نیم ساعت باید راست کنیم باش من دیرم بودیم مثلا یکان که باید کمپیتر شما بیارم بودیم نه خب مسئول دفتر هست دیگه امرو بگیم مستد خوبا نه نه خب اصلا
نه یه کمترم من فهمالی بجیب دیدی بجیب دیدی که مشکل این ریکارد هسته یک دفعه دارم صدر ریکارد ستم کنو بخیر نه نشال یک خب بلا یک دفعه میره چی کنم